امام جواد علیه السلام بر خاکجای عمه پدر خویش قبه‌ای برپا کرد از آجر و سنگ و گچ. پس از آن دو گنبد دیگر در کنار بقعه اصلی ساخته شد که سومین آنها مدفن همان زینب خاتون است. از آن روزگار تا امروز روز هر کس توانسته برای گسترش شکوهمندی این مزار دست به کاری آزیده و گامی پیش نهاده. به تقریب تا میانه سده پنجم آن سه گنبد بر جای بودند تا آنکه امیر ابوالفضل عراقی وزیر طغرل کبیر به تشویق شیخ طوسی در سال 457 قمری بنای حرم مطهر را تجدید کرد. نویسنده این موضوع را چنین روایت کرده: امیر ابوالفضل عراقی در عهد سلطان طغرل کبیر مقرب و محترم بود، با روی شهر ری را او کرد و با روی قم او نهاد. به مسجد جامع عتیق قم مناره ها او فرمود، مشهد و قبه فاطمه بنت موسی بن جعفر علیه السلام او کرد. در شروع سده هفتم امیر مظفر ابن احمد ابن اسماعیل نواده مختص الملوک ابو نصر احمد ابن فضل ابن محمود کاشی وزیر مشهور سلطان سنجر سلجوقی مرقد مطهر را با خشت‌های ظرفامان عهد زینت داد. دهه سوم سده دهم شاه بیگی بیگم همسر شاه اسماعیل صفوی قبه پیشین حرم را برداشت و تجدید کرد. روزگار صفویه اوج شکوه بناهای مذهبی در ایران از جمله حرم حضرت معصومه سلام الله علیها در قم است. جهانگردان اروپاییان عهد مانند شاردن، تاورنیه و پیتر ودلا با شگفتی از آن بنا یاد کرده و آن را ستودند. جدیدترین گسترش در حرم مطهر بهار سال 1384 خورشیدی بر روی جماعت گشوده شد. فضایی بس دلگشاه و بشکوه در جنوب زری مطهر به مجموعه حرم افزوده شده است که بخشی از آن روباز است. برای آنان که میخواهند آسمان خدا را بنگرند و نزول فرشتگان اجابت را نظاره کنند و بخشی از آن شبستانی است فراخ و گسترده دامان برای کسانی که سرپناهی خواهند برای گریز از پلشتی ها و کجی ها. در این مجموعه هرچه دل خواهدت همان بینی و هرچه بینی دلت همان خواهد. کافی است از در درایی با قدم صدق و جان آرزومند، با دست دعا و چشم امید.